گفتگوی زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با تلو نیوز. با نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نمایم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. با نقل از صفحه خبری تلو نیوز، گفتگوی زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با تلو نیوز. ایالات متحده آمریکا از یک افغانستان واحد و مستقل پشتیبانی میکند، نه از یک کشوری که میان طالبان، حکومت اشرف غنی احمدزی و حکومت دکتر عبدالله عبدالله تقسیم شده باشد. زلمای خلیلزاد میگوید که برای برگزاری مراسم های جداگانه تحلیف از سوی دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله به معنای پایان کار مشترک این دو نخواهد بود. زلمای خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که او هنگام امضای توافق نامه صلح با طالبان چه احساسی داشت، گفت احساس امیدواری. او اما تاکید کرد که این چیزی نیست که باید جشن گرفته شود. زلمای خلیلزاد در باره میکانیزم آمریکا و طالبان برای مبارزه با تروریسم و نیز در باره دیدار تقریبا همه روزه نمایندگان نظامی ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه توضیح میدهد. زلمای خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که آیا سربازان آمریکا و جنگجویان طالبان برای مبارزه با تروریسم در بخش های از افغانستان یکجا دیده خواهند شد، گفت اکنون این کار صورت نمیگیرد. زلمای خلیلزاد میگوید که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا پولی به طالبان نمیدهد. زلمای خلیلزاد میگوید که خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در جریان 14 ماه وابسته به شرایط است. زلمای خلیلزاد درباره این که چرا در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان نوشته شده است که طالبان به گروه های حراس افغان ویزه و پاسپورت نخواهند داد توضیح میدهد. زلمای خلیلزاد میگوید که کابل باید یک هیئت واحد برای گفتگو با طالبان بفرستد. او می افزاید که پس از برگزاری مراسم تحلیف با دکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده است و او از فرستادن یک هیئت واحد گفتگو کننده که از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کند پشتیبانی می کند. خلیلزاد: ما افغانستان واحد و مستقل می خواهیم. خطر کلان و اشتباه تاریخی این است که یک قسمت خاک را طالب بگیرد، یک قسمت را دکتر اشرف غنی احمدزی و یک قسمت را هم دکتر عبدالله عبدالله. مسئول این وضعیت هم مشکلاتی که در انتخابات صورت گرفت می باشد. خلیلزاد: چیزی که ما شنیدم که هر دو دکتر حکومت مشترک می خواهند و جامعه جهانی همچنین می خواهد. این در حالی است که یک واقعی مشکوک ویروس کرونا در ولایت پروان ثبت شد. و نقل از صفحه خبری تلویزیون یک، صفی الله وارسته رئیس صحت عامه ولایت پروان به تلویزیون یک میگوید که یک واقعی مشکوک ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده است. با گفته او فرد مشکوک قرنطینه شده است، اما تاکنون ویروس کرونا در بدن این فرد تایید یا رد نشده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، جهت اطلاعات ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.